مثبت 93 77 4 شماره آخر 99 0 1 سوال کردن. سلام علیکم، خسته نباشید عرض میکنم به عزیزان شبکه خوب هادی تیوی. از اونجایی که در آستانه سید قدیر خم هستیم، بعضی ها میگن، یعنی شنیده میشه که میتوان برای برگزاری جشن عید قدیر از قسمتی از وجوهات شرعی که به گردن ما هست استفاده کنیم. آیا درست است؟ خب ما نمیدونیم که منظورشون از وجوهات شرعی چیه؟ زکات یا خمسه؟ اگر زکات باشد از سهم فی سبیل الله در جایی که باعث ترویج مذهب میشه و تقویت دین میشه اشکال نداره. اما اگر مقصودشون از وجوهات شرعی خمس باشه، خمس بالاخره دو قسمت میشه. یک قسمتش سهم امام علیه السلامه که او مربوط میشود به فقرای غیر سادات. یک قسمت سهم ساداته که مربوط میشه به فقرای سادات، سیدایی که فقیر هستن. حضرت آیت الله عظما سیستانی میفرماید آ در این گونه مراسمات که مراسم مثل قدیر اینها باشه، مؤمنین از جان و دل از پول خودشون هزینه میکنه. در طول تاریخ اینو ما دیدیم دیگه، یعنی اصلا نوبت نیست. خیلی جاها ما که اعلام میکنیم، خدا میدونه تا اعلام میکنیم مثلا دیگه فرصت نمیشه، که نوبت نمیشه. آقا میگه ما فلان مجلس فلان روز برای ما اختصاص میدین، فلان مبلغ ما میخوایم دیگه. ما میگیم آقا کافیه، الان مثلا به اندازه‌ای که می‌خواستیم جشن برگزار بکنیم پول جمع شده. مؤمنین اینقدر الحمدلله ارادت دارن به اهل بیت. شما مسئله اربعین رو در عراق ببینید، مسئله محرم رو در تمام کشورهای اسلامی ببینید، مسئله قدیر هم همینجوریه. و اتفاقا اطعام در قدیر و ترویج قدیر از همه بیشتر سفارش شده. یعنی ما در مورد محرم نداریم که روایت داشته باشیم که اطعام بکنیم، اما در رابطه با قدیر داریم که اگر شما یک نفر مؤمن رو اطعام بکنید، مثل این است که پیامبران الهی رو فعامن و فعامن اطعام کرده باشید. لذا این توصیه رو باید ما به جان و دل بنشانیم و بهش ایمان داشته باشیم که خداوند متعال برای ما به هزاران برابر جبران خواهد کرد. و در روز عید قدیر از پول حلال که برای خودمون هست، در واقع پس اندازی داریم، اونو انشالله بگذاریم و خرج کنیم. نه اینه که بیاییم حالا زکات بدهکاریم، درصد دین بریم که روز عید قدیر زکات مال فقیر بده به خود فقیر، یا خمس بدهکاریم، سهم امام، سهم سادات. اینها رو همون جایی که خداوند گفته انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل، همونجا مصرف کنیم. بله اگر حالا هیچ وقت مثلا اینجوری پیش نمیاد، من خودم اعتقاد دارم برین پیش نمیاد که کسی برای قدیر پول جمع کند و برای مجلس قدیر پول جمع نشه، پیش نمیاد. اگر بر فرض یک جایی بود که هیچ کسی مثلا بانی پیدا نشود، از زکات، از سهم فی سبیل الله، از زکات میشود در اینجا مصرف کرد، اشکال نداره. بله بسیار عالی.